بیننده نیمه روز هستین، از اینکه با ما همراه هم کلام هستین جهان سپاس. تشکر میکنم از همکار عزیز ما گیتا جان که بخش قبلی رو تقدیم حضور شما ساختن. در این بخش از برنامه بازم مهمان نهایت محترمی با ما همراه هم کلام هستن و پیرامون روز نوم هود که نامگذاری شده به نام روز حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور صحبت های داریم. مهمان ما در این بخش جناب محترم آقای فدا محمد پیرزاده، عامر حوزه افتوم امنیتی پلیس کابل هستن و پیرامون این حوزه و همچنان کارکردهای خود و این روز صحبت های دارن. شما هم اگر پرسش دارین صفحه فیسبوک و برنامه ما ایمیل آدرس و همچنان صفحه اینترنتی آریان در دیمه روز @aryantelevision.com یعنی ایمیل ما فعال است، میتونین که ایمیل بفرستین و پرسشتان از عامر صاحب محترم بپرسین. ما هم تو تماس شما برقرار شوایه هم پرسش از شما داشته باشیم. جا داره که سراغ عامر صاحب بریم و قبل این روز برشان تبریک بگیم. تشکر از اینکه به برنامه ما حضور پیدا کردین. خوش آمدین عامر صاحب. خوش باشین. تشکر از شما. ما هم به نوبه خود سلام عرض ادب دارم خدمت بیننده های محترم تلویزیون آریانا. بخیر باشین. تشکر، زنده باشین. صحبت های در رابطه با روز حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در بخش های مختلف نیمه روز داشتیم. حال میخوایم از شما به عنوان نخستین پرسش در رابطه با اهمیت حمایت از نیروهای امنیتی پرسش داشته باشیم، بعد راجع به کارکردها و سایر فعالیت شما هم صحبت های خود داشتیم. ما هم امیر روز در قدم نخست به تمام نیروهای امنیتی در سرتاسر افغانستان، چی اردو، پلیس، امنیت باشه، تبریک میگم. خدا کنه موفق و پیروز و سربلند باشن در هر جای باشن، در هر سنگر، در هر جای. از نظر ما دو بود مهم داره تجلیل از امیر روز. یکی که امیر روز در سرتاسر افغانستان تجلیل میشه، مردم حمایت خود از نیروهای امنیتی اعلان میکنن و یا را تشویق میکنن، حمایه میکنن و برای از یا احساس میتن که ما در کنار شما هستیم. دوم اینمی احساس دادن و می تجلیل کردن اینمی جاست که نورای امنیتی مسئولیت خود احساس میکنه که مردم با ماست و ما باید امی اعتمادی که امی ملت ما و مردم با ما میکنن از بین نبریم تا بتانن بهتر خدمت کنن و یک زمینه زندگی خوبی برای مردم خود مساعد بسازن. بله، در قسمت مسئولیت و خدمت چقدر نیروهای امنیتی ما در این بخش موفق بودن و مو رسالت خود واقعا انجام دادن به نظر شما؟ خب استقامات های کاری از نیروهای امنیتی فرق میکنن. اردو در استقامات خود، امنیت با پلیس در استقامات خود، پلیس شبانروزه، پلیس کابل شبانروزه تلاش کرده و تلاش میکنه تا هر کس، هر عامل دستای مسئولیت خود برای مردم خود یک امنیت خوبتری داشته باشه و بتانه امو افراد مغرز و لوچک و لوفری که باعث آزار و اذیت مردم میشه جلوشان بگیرن و واردزگیر کنن و پنجه قانون بسپارن. در قسمت پیشبرد وظایف خود با مشکل مواجه هستین نیستین؟ حمایت واقعی از طرف نهادهای زیرب میشین یا خیر چگونه هست؟ بله، یعنی از حمایت سیاسی به معنای واقعیش برخوردار هستین یا خیر؟ بله، ما کاملا مستقل هستیم و اجرات ما هم مستقل است از طرف مقامات رهبری وزارت داخله، قماندانی، سلسله مراتب است. ما حمایت میشیم از اجرات قانونی ما و مردم با ماست. ما با همکاری مردم تانستیم که نسبت به گذشته دستاوردهای خوب داشته باشیم و فعالیتهای خوب داشته باشیم و انشالله تا فعلا در کار خود موفق هستیم. بله، سطح رضایت شما از مردم چی از گفتین مردم با ما همکار هستند، شما در چی سطح رضایت دارین از مردم و از همکاری مردم؟ ما شخصا به این نظر هستم تا مردم با پلیس همکار نباشه، پلیس به تنهایی خود هیچ وقت موفق نمیشه. امی همکاری مردم است در نواحی افتم. بله، امی وکیل صاحبای گذر است، افراد پرنفوذ در مساحه و مردم عام با ما همکار است، در تماس میشن و در صورت کدام چیزی را میبینن و یا ما از کدام موضوع آگاهی نداشته باشیم ما را آگاه میکنه و با اساس همکاری از او ما تانستیم بسیار دستاوردهای خوبی داشته باشیم. خداوند دستاوردهای زیادتری نصیب شما و همچنان تمام نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ما بسازه. بین در رابطه به حوزه‌ای که کار میکنین که معلومات بتین چی کارهایی را انجام دادین، چی فعالیت‌هایی داشتین، البته حوزه هفتم امنیتی پلیس کابل. از زمانی که ما مسئولیت حوزه هفتم امنیتی شهر کابل را به دوش گرفتم تقریبا حدود 7 ماه می شود. در کارهایی که ما انجام دادیم در قدم اول اولویت بندی کردیم که چطور بتانیم با مردم خود مثل که قبلا گفتم امی همکار باشیم و
مردم را با خود داشته باشیم. کار اول ما این بود، بعد قدم دوم امو جرایمی که در میسوها ما به حساب مردم است به تکلیف بودن از پیش و را شناسایی کردیم و بان گروپ ها را شناسایی کردیم و به خاطر گرفتاری و به خاطر رفع مشکل از این مردم پلان های مشخصی را ترتیب کردیم و با اساس امو پلان ها تانستیم جلو امو روچکل و فرالنگه را گرفتیم و بان گروپ ها را گرفتیم و فعلا فضل خداوند است نسبت به گذشته که قبلا به حدی که مردم در مصاحبه تکلیف بودن و مشکلات بود فضل خدا خوب است. خب بازم با ما قناعت بخت نیست و ما تلاش میکنیم تا بتانیم از این هم بهتر تامین امنیت کنیم تا مردم ما بتانن به یک فضای امنیت خوب زندگی کنن و کاروبار خدا پیش ببرن. انشاءالله که همین گونه باشه، شما موفق باشین در امور کاریتان. مردم چگونه میتونن با شما، ما قبلا با عامر صاحب اوزای سوم هم صحبت های داشتیم، اونا گفتن ما رای ارتباطی برای برقراری تماس با مردم مخاطبین ایجاد کردیم و صحبت میکنیم، شما از کدام شیوه ها برای برقراری رابطه مردم اهالی با حوزه ایجاد کردین؟ از کدام شیوه ها میتونن با شما همکاری داشته باشن؟ خب راه مختلف، ما مثلا هفته یک دفعه جلسه داریم با وکیل صاحب های گذر سای افتم و دوم برالاوی ازی که وکیل صاحب هاست افراد پرنفوسی در ایسا هست، ما همراهشان در ارتباط هستیم، در مجلسشان واره میخواییم، ما از وا میشنویم، طرحشان هم میگیریم که چی طرح دارن بخاطر بهبودی امنیت و دوم امی مشکلات روزمره که از مردم است ما با مشکلات رسیدگی میکنیم. امی هر راپور یا هر اطلاعی که و هر مشکلی که از امون نوایی افتم از مردم با ما میرسه ما با آن واید با امو اجرات میکنیم. امی اجرات ما باعثی از این میشه که امی مردم بالای ما اعتماد کنند که امی تیم دمی سوا کار میکنند و روز تا دیگر روز این امی فاصله اگر قبلا بودم و فاصله از بین میره و مردم با ما میشه. بله، و در صورتی که مردم نیازمند کمک باشه و برسی وقت کمک رسیده نتانه، شما طور سیستم یا شیوه جور کردین که شکایتش به خود شما برسه شخصا و شما بتانین رسیدگی کنین؟ یعنی اگر از پرسنل شما کسی کمکاری کنه، شما کدام شیوه را وجود داره؟ بله، ما در سایه اوزی هفت شماره داریم که با مردم با مردم نواحی هفتم توضیح کردیم. برالاوی از او یک شماره 119 است، شماره 100 است و مردم حال آگاه شده زمانی که در یک شعبه در یا در یک جای با مشکل از او رسیدگی نمیشه با آن واید با شماره در تماس میباشن و باز از طریق از او با ما در تماس میشن و ما در هر شعبه یا هر دفتری که مشکل داشته باشن با ما آن واید با مشکلش رسیدگی میکنیم تا رفع مشکل شوه و امو ناراضایی که داشته باشن رفع شوه. بله، به نظر شما کمک و حمایت مردم در کاهش سطح جرایم در حوزه‌ای که شما هستین و در کل چقدر میتونه نقش داشته باشه و چقدر میتونه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور کمک کنه؟ یعنی نایی افتم در حدود 5 الی 6 لک نفوس داره و تشکیل پلیس تقریبا 340 نفر است. یعنی 340 نفر نمیتونه 5 لک الی 6 لک نفر تامین امنیت کنه و کوچه به کوچه و در به دیوار پلیس استاد کنه. همین مردم است که با پلیس هم کار میشه و پلیس با می تشکیل خود میتونه جلو مجرمین و تروریست ها را در می ساحه بگیره. اگر مردم هم کار نباشه، ملت با پلیس نباشه، پلیس به تنهایی خود هیچ چیز کرده نمیشه. یعنی باید همکار باشن 100%. و بعضی از شهروندها هستن که سهلنگاری میکنن و میگن به ما مربوط نمیشه، این وظیفه پلیس یا امنیت هسته که باید خودش اقدام کنه. شما به وید شهروندها چی گفتنی هایی دارین؟ خانواده ها بیننده برنامه ما هستن و برنامه رو مشاهده میکنن. خب این مشکل هست، واقعا ما زیادتر وقت با این مشکل سر میخوریم و مردم میگیم که تا ما قربانی نتیم، تا با پلیس هم کار نشین، تا پلیس کمک نکنین، پلیس نمیتونه به تنهایی خود کار کنه. مگر هم کار پلیس است که باید هم مردم انگیزه بدن، هم مردم با این قانع بسازن که تا با پلیس این انگیزه دادن از کدام شیعه باشه؟ یعنی چی خواستم میتونیم ما مردم رو تشویق کنیم، انگیزه بدیم تا با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همگام باشن و اونا رو حمایت کنن، کمک کنن تا اونا هم در پیشبرد وظایف خود موفق باشن؟ ما قبلا هم گفتم همین ملت امی فاصله که ایجاد شده، امی فاصله را ما باید از بین ببریم. زمانی که مردم مراجعه میکنه به پلیس
و یک مشکل داشته می باشه، اگر پلیس صادقانه با مشکل از او رسیدگی کنه و وقت و زمان رسیدگی کنه و یا یک جنجال برش پیش میشه و پلیس او را کمک کنه، اینم اینجاست که باز مردم اعتماد میکنه، بالای پلیس اعتماد میکنه و با پلیس هم کار میشه. ما باید همین زمینه را مساعد بسازیم. این مسئولیت پلیس است که پلیس باید همین قناعت به ملت بده که ما با شما هستیم و هر زمانی که شما با مشکل مواجه میشین ما با مشکل شما رسیدگی میکنیم. این اینجاست که باز مردم اعتماد میکنن و میگن که پلیس واقعا در خدمت ماست. شما چقدر توانستین اعتماد در حوزه کاریتان البته ایجاد کنین و از او بهره مثبت ببرین؟ خب میشه که جواب همون وکیلای یا افراد پرنفوسی موسای نایفت میداد و بازم ما از مردم رازیستم. مردم با ما همکار است. ما به طور مثال ما تو یک مثال داده میتونم، ما تو دوستایی است که با ما در تماس می باشن، تا هنوز ما واره ندیدیم، مگرم با تلفن در تماس میشن، یگان جای یگان موضوع را میبینن، برای ما راپور میتن و ما از آنه که داخل اقدام میشم، راپور از با بسیار دقیق می باشن. چندین بار از پیشان خواهش کردیم که شما بیاین از نزدیک شما را ببینین و ما میگه که ما بالای خودت اعتماد داریم و همی کافی است که ما با خودت در تماس میشیم و خودت اجرات میکنیم، مشکل ما را رفع میکنی و مشکل ما رسیدگی میکنی، امی با ما کافی است. امی اعتماد مردم است، همکاری مردم است و ما از همکاری مردم در نهای هفتم راضی استم. سپاسگزار شما هستیم. و به عنوان پرسش پایانی در این بخش از برنامه، اگر نیروهای امنیتی خود دفاع نکنیم چی پیامدهایی خواهد داشت؟ میشه صحبت های داشته باشه؟ خوی گپ واضح است، اگر مردم امرای نیروهای امنیتی نباشه دیگه موفقیت نیست و قبلا هم گفتم که نمیتونن به تنهایی خود چیزی کرده. بله، چقدر به نظر شما تجلیل یک روز های به یک روز تجلیل کردن میتونیم ما مو حمایت واقعی مردم جلب کنیم یا خیر، یا ای که باید برنامه های بیشتر نهادهای مسئول زیرب داشته باشن در این قسمت تا مردم متوجه بسازن و ای که حمایت باید بکنن نیروهای امنیتی خود؟ بله، این خو یک گپ واضح است که به یک روز نمیشه که ما صرف هم یک روز نوم بوده ما تجلیل کنیم و بگیم. ما باید برنامه مشخصی داشته باشیم به خاطر از بین بردن این فاصله بین نظامی ها و ملت. ملت باید با نظام خود باشن و نظامی های خود حمایت کنن. برنامه مشخصی دیگه باید داشته باشیم و با هر حالش امی یک روز امی تجلیل کردن هم نادیده نمیگیریم دیگه، بخاطر از این که در کل افغانستان در تمام ولایت از این روز تجلیل میشه و مشخص از نیروهای امنیتی حمایت میشه و امی حمایت است که باز نیروهای امنیتی فکر میکنن که مردم ملت با ماست و تنهایی احساس نمیکنن و با جرات میباشن و انگیزه پیدا میکنن و با مو انگیزه میتونن که در اگه اوچی در میدان جنگ باشه یا در میدان مبارزه با مجرمین سازمان یافته در داخل شهرها میتونن با جرات کار کنن و با دستاور باشن و موفق باشن. و انتظار شما از دولت و منصوبین دولت چی هست؟ چی انتظار دارین به عنوان کسی که همیشه برای حفاظت جان مال تمامیت ارضی حفظ حاکمیت ملی کشور گام برمیداریم؟ خب ما به مثل همیش که امیر خم ما را حمایت کردن و ما را حمایه میکنن و پرسونل و اینمی شهدا و اینمی زخمی هایی که در میدان جنگ میشن هم ما را حمایت کردن و حمایت میکنن. امی منوال دوام کنه و دیگه هم محکمتر شوه دیگه. اینمی آرزوی ماست، اینمی خواهش ماست از حکومت. ما از حکومت خود راضی هستیم، حکومت ما را دائم حمایت کردن و امیدوار هستیم که دایندا هم به این شکل باشه. سپاسگزار شما هستیم. امیر صاحب محترم، اگر کدام پرسشی باقی مانده باشه به با عنوان سخن پایانی از شما میشنویم، اگر صحبتی باقی مانده باشه به با موضوعی که در این برنامه باید گفته شود. بخیر باشین، لطف کردین. من باز هم تکرار میکنم، در برنامه مختلف ما گفتیم، ما از ملت خود در مجموع میخوایم بالخصوص باز نمایی هفتم که پلیس خود همکاری کنن، بالای پلیس خود اعتماد کنن. کمی و کاستی شاید در یک جای باشن دیگه، ضرورت به این باز نیست که ما عقده بگیریم، باید شریک بسازیم، با ما شریک بسازن، با مسئولین شریک بسازن که به خاطر رفع از او اقدام کنیم. و تا همی مردم با ما همکار نباشه ما به تنهایی خود بازم میگیم چیزی کردن نمیتونیم. همی مردم است که باز ما را به موفقیت میرسانه. تا
تشکر لطفا. سپاسگزار شما هستیم. خداوند همیشه شما را توانمندی بده تا که برای حفاظت و حمایت از کشور از ما افغانستان گام بردارین. و تشکر از خانواده محترم شما هم که شما را به این وظیفه مقدس گماشتن. تشکر از شما هم. بیننده نهایت محترم، صحبت و گفتگویی بود با عامر صاحب حوزه هفتم امنیتی پلیس کابل آقای فدا محمد پیرزاده، که تشکر میکنیم از ایشان که در برنامه امروز ما با نهایت مصروفیت هایشان حضور پیدا کردن. در حال حاضر میریم یکی از بخش های زیبای نیمه روز مشاهده میکنیم. پس از آن هم کلام شما هستیم، شما هم با ما همراه و همکلام باشین و یک بار دیگر این روز با تمام نیروهای دفاعی و امنیتی کشور تبریک عرض میکنم. تشکر از این که برنامه ما را تماشا کردید. اگر میخواین برنامه قبلی را تماشا نمایید، اینجا را کلیک کنید. و اگر میخواید برنامه بعدی را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواید به چینل یوتیوب ما بپیوندید، اینجا را کلیک نمایید.